باز شد که باز سب ما که نمیتونیم بریم تو بیابون زندگی کنیم آخه تو رو خدا یه کاری برای ما بکنیم سربان اومدن باشیم باشیم ایست خبردار جناب سربان دستم به دامنت شما بگیم من چه خاکی به سرم بریزم آقا ندارم بدبختم به خدا قسم راست میگم آخه کی به من خونه میده با 7 سر عائله با 2 تا زن یه کمکی به ما بکنیم مال توه ببین کیه مستجر قربان مالکش حکم تخلیه داشته مأمورای ما دیروز اجرایی حکم کردن حالا معترضه به چی اعتراض داری سر صبح؟ به مأمورای شما منو با 7 سر عائله از خونه و زندگی آواره کردم مأمورای من به حکم قانونی عمل کردن مالکت حکم تخلیه داشته قانونم باید خونه رو تخلیه میکردی حالا چه 7 سر چه 70 سر عائله قانون قانونه بیچونه شرا برای همه مگه اجرای قانون به عائله است؟ آخه بیاخه باید به قانون احترام بذاریم قانون سالاری مفهوم شد؟ آخه همونی که گفتم ما اینجا کارهای مهمتری داریم قربان اجازه ندیدین بگم مالک کلانتری صبح زود اومدن تو اتاق شما حکم تخلیه کلانتری رو هم دارن صبح خیلی نوی قربان صبح خیز دیگه نمیتونین گمگور باشین مهلت هم بهتون نمیدم همین امروز باید کلانتری تخلیه بشه هیچ عذر و بهانه‌ای هم نمیپذیرم باور کنین هیچ بهانه‌ای در کار نیست من الان مدت 3 ماهه که از صبح تا شب مامورامو میفرستم دنبال خونه خالی خب هیچ کس حاضر نیست ملکشو به کلانتری اجاره بده میگن ماموراتون زیاده تازه پول پیشم میخوان که ما نداریم اینا که گفتین هیچ ارتباطی به من نداره آقای قربانی من ملکمو میخوام همین امروزم هم میخوام حکم قطعی و لازم الاجراست قانون قانونه برای همه سرکار جعفری قربان ما که از استقبال باز به آغوش قانون و همینطور سالاریش از هر حیث اجرا میکنیم پس بنابراین به همه نشون میدیم که ما تخلیه میکنیم که کلانتری رو حتی همین امروز همین امروز Hello, sir. How are you? How's it going? نمیگیدی دارم عکس میگیرم مرتجه بسته خواهم شما که تیراش نده بینک بسته ما تیراش نده بینک با قصد کم میریم زمین شما را آزاد بخریم Hello, how are you? You're welcome کنار بری کنار قلم به دستای مزدور کنار آقای مأمور ما دعوت شدیم خودی هستیم خودتون به دفتر روزنامه دور نگاه فرستادیم ما هم که مال صدا و سیماییم پس شنو نکنیم بشا بدیم نشدم پس بذاریم باشه اول مهمونا برن تو بعد به ترتیب تاریخ اختیار روزنامهتون اونجا به صف بایستی چون بایستی به صف خوهرا و برادرا به هم نچسبن اینطوری قبول نیست حالا آقایون و خانمهای خبرنگار میتونن برن تو
اول روزنامه های خودی، آخر سرم اگر جا بود روزنامه های اون طرفی. خانم ها و آقایان، شما در حال حاضر در مقابل یک پدیده استثنایی هستید. Very, very special. این جسد مومیایی شده متعلق به 2300-400 سال پیشه و ما اونو در کاوش‌های همیشگی که در تپه‌های اطراف شهر باستانی شوش خودمون انجام میدیم پیدا کردیم. با همین دلیلم اسمشو گذاشتیم مرد شوشی. بله، من گمون نمی کنم، بنابراین هیچ کس دیگم نمی تونی گمون کنه که مثل این مومیایی تو جهان پیدا شده باشه. برای مطالعات دقیق تر روی این گنجینه اینجا خوابانده شده ما به کمک کارشناسان جهانی احتیاج داریم. بنابراین طبق پیشنهاد سازمان جهانی یونسکو ما این عزیزمون رو میفرستیم به موزه سلطنتی لندن تا اونا روش کار کنند، مطالعه کنند و نتیجه تحقیقاتشون رو به جهانیان و به ما البته اعلام کنند. همونطوری که ملاحظه میکنید روی سینه این مومیایی یک لوح شکسته شده قرار داره که احتمالاً علامت استاندارد یا لوح ایزو 9002 اون روزا بوده. ما به کمک کارشناسان بین‌المللی موفق شدیم این لوح رو که به زبان فارسی باستان روی اون نوشته شده بخونیم. روی این لوح نوشته شده امانت برداشت. امانت برداشته. ما که نفهمیدیم یعنی چی؟ ببخشید میشه سوال کرد؟ تا چه سوالی باشه؟ ارزش این مومیایی چقدره؟ خوب بود؟ سوال بسیار خوبی بود. ولی هیچ کارشناس بین‌المللی تا حالا نتونسته روی این گنجینه با ارزش بشری قیمتی بگذاره. شاید میلیاردها دلار، شاید هم بیشتر. خیلی میبخشید قربان، از لحاظ امنیتی و حفاظتی چه تدابیری صورت گرفته؟ لطفا اگه میشه توضیح مفصل بدیم. این ساختمان کاملا ناشناسه، به همین دلیل هیچ کسی فکر نمی کنه که ما این گنجینه با ارزش رو توی همچین ساختمانی نگهداری میکنیم. گویا جناب سروان قربانی کلانتر و مسئول حفاظتی مومیایی تشریف نیاوردن. من از جناب سرهنگ سپهر رئیس پلیس ناحیه که با قیافه مبدل در بین شما حضور دارن خواهش میکنم که تشریف بیارم بالا و توضیحات مبسوطی رو بدم. جناب سرهنگ، جناب سرهنگ سپهر تشریف بریم بالا. خیلی ممنون، خیلی متشکر. باید خدمتتون عرض کنم که بله، ما با جان فشانی ملهم از تعهد و سلحشوری آشکارمون و با همه وجودمون و حتی از درون وجودمون و چه بسا که از دوروبرمون همه تلاش خودمون رو برای حفاظت از این گنجینه استاندارد و بین المللی اینترنسیونال به کار گرفتیم و لاغیر علاهازا ما تا این لحظه ایش گونه مشکل خاصی نداشتیم. فلذا فردا که هیئت کارشناسی بیگانه برای تحویل گرفتن این مومیایی معزز تشریف میارن اینجا، میتونیم با کمال افتخار و احترام اون رو در عین صحت تقدیم کنیم و خلاص من جمیع المشکلات. فردا نه، زوده. منظورم اینه که چرا نمیذارین آدمای بیشتری از این کشف با ارزش شما دیدن کنن؟ این همه عجله برای چیه؟ عجله ای در کار نیست خانم محترم. اونایی که باید ببینن که دیدن، بقیه هم برای ما مهم نیستن. ضمناً من از مقامات بالا دستور میگیرم. راستی که میگن دنیا خیلی کوچیکه. نگید که منو به خاطر نمیارید. اوه، داره یه چیزایی یادم میاد. آقای پلیز کمی آروم‌تر. بهتر اینجا راست صدام کنیم. راسو؟ اما این اسم شما نبود. میدونی که اینجا وضعیت چجوریه؟
بهتره که آدم اسم واقعیش رو هر جایی نگه. شما بهتره کبرا باشیم. کبرا؟ چه جاله، خیلی ساله ندیدمتون، بی خبر رفتیم و دیگه پیداتون نشد. گرفتاری و مشغله. شغل من یعنی پرسوزنی در روی کره خاک. یه روز لندن، یه روز کیپ تاون، یه روزم اینجا تو وطن. بسید ظاهرن از این مومیای منحصر به فرد خیلی خوشت اومده، اینطور نیست؟ فوق‌العاده است. این باید همون گم شده ای من باشه که دربارش باهاتون صحبت کرده بودم، یادتون هست؟ با من؟ از من اشتباه میکنی؟ من چیزی به خاطرم نمیاد. نه نه اشتباه نمیکنم. این خود شما بودین که دو لندن با من مصاحبه کردین. حتی قرار بود یه رمان از زندگی من بنویسیم. چطور یادتون نمیاد؟ شاید موقع صرف یک نهار خوب و دلچسب توی این رستوران یه چیزایی یادم بیاد. موافقین؟ زور میبینم بهتون. قربانی قربان، بهتره قبل از اینکه کلت با دستای خودم بکنم بگی تا حالا کجا بودی؟ اساس کشی داشتیم قربان. اساس کشی؟ اساس کشی؟ ای خدا، اونم حالا تو این وضعیت. قربانی تو کی باز نشسته میشی تا همه نیروهای پلیس از شر تو خلاص بشن آخه؟ 28 روز دیگه قربان، ولی من شخصا راضی نیستم. نامشم نوشتم که اگه بشه در خدمت شما باشم. بسه بسه، ببند دهنتو، فقط گوشاتو باز بذار ببین چی بهت میگم. قربانی اگه میخوای زنده باشی و بازنشستگی تو با اون دوتا چشمای خودت ببینی، یه را بیشتر نداری سربان، ولا غیر. فلذا اونم اینه که مواظب و مراقب همه چیز باشی. من یه حسای ناجوری دارم ها، فکر میکنم یه توته در حالش گرفتنه. بوشو حس میکنم. بونکش بونکش، مهم نیست قربانی، به همه چیز فکر کن، به توته، جنایت، آدم ربایی، آدم کشی، دزدی، به همه چیز و همه کس. من نجاتتون میدم قربان، نگران نباشی. قربانی موهامو قربانی، تا یک ساعت دیگه باید تو دفتر من باشی، مفهوم؟ من بابت ماجرای اون آسانسور لعنتی واقعا از شما معذرت میخوام. قربانی بسه بسه بسه، دیگه حتی حرفش هم نزن، بذار فراموشش کنم. بله قربان. علی ای حالن، این لیست اسامی و مشخصات مهمونایی که امروز توی اون بازدید حضور داشتن. یه خانومی توی اینا بود، قد بلند، کلاه توری مشکی، چجوری برات بگم؟ چشم شما رو گرفته. نه 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 قربانی، چی داری میگی؟ ما الان تو اداره ایم، ما الان سر کاریم هممون. این خانم یه جوری بود، مشکوک بود،
من فکر میکنم اون یه سارق بین المللیه. تو این گزارش اومده که اینا نتونستن اسم واقعی این خانم رو پیدا کنن و دنباله همین گزارش اومده که این خانم یعنی همون علاقه بسیار زیادی به مومیایی داره. هر کجای دنیا که یه دونه مومیایی پیدا میشه بلافاصله سرکله این خانم هم پیدا میشه. ساکن انگلیسه و ثروت بسیار زیادی داره، از خانواده های اشرافی و متمبل قدیم ایرانیه که سالها پیش از ایران رفتن و 4 روز پیش به ایران اومده به عنوان یه گردشگر ساده و البته علاقمند به دیدن مومیایی. ببین قربانی، باید بی پرده باهات صحبت کنم. بفرمایی، خواهش میکنم. ما باید بفهمیم که این خانم کیه. مجرده، متأهله. اصلا برای چی داره این همه پول خرج میکنه تا همه مومیایی های جهان رو ببینه آخه؟ مگه آدم قحطیه؟ عجیبه ها. روشن شد؟ بله دیگه، کاملا روشن شد. قربانی، یکی دوتا از مامورای کار کشته و چشپاک تو بذار مخفیانه این خانم رو مراقبت کنن. ببین با کیا رفت آمد داره، با کیا ملاقات داره. اینا همه رو به من گزارش کن. حتما، مطمئن باشین. قربانی، ما کارهای خیلی زیادی داریم. ما من این مومیایی رو دست تو سپردم. بلا غیر علیزا، خواهش میکنم، استدعا میکنم، این یکی دو روزه رو حواست تو جمع کن. اگر خدایی نکرده زبونم لال، یه اتفاقی بر این یارو مرد کوشی بیفته، جواب مقامات بالا رو چی بدیم؟ من که فکرشم موامو سیخ میکنه. خیالتون راحت باشه قربان، اگه اتفاقی برای مومیایی بیفته من خودم با کمال میل حاضرم مومیایی بشم. قربانی، مگه من مردم که تو مومیایی بشی؟ برو به کارت، کف کردم. با اجازه. شما نمیتونین علاقه بیش از حد خودتون رو نسبت به این مومیایی یا به قول این مرد شوشی پنهان کنین. از هیجان امروزتون توی تالار معلوم بود. همین حالا هم هیجان زده است. بالاخره پیداش کردم. اون جد بزرگ منه. دلیلش همون لوحیه که روی سینه‌شه. این باور نکردنیه. خودتون ازت متشکرم. متشکرم. اون لوح شکسته چرا ثابت میکنه؟ ببخشید، میشه بدون؟ ثابت میکنه اون مومیایی صاحب داره. نیمه دوم لوح هزاران ساله که تو خانواده بزرگ ما دست به دست شده و حالا من تنها وارث خانوادم. نیمه دوم لوح در اختیار منه. باورتون میشه؟ من اینا رو قبلا به شما گفتم. نگفتم؟ چرا یه چیزایی داره یادم میاد. لطفاً روتون رو برگردونین. خواهش میکنم. حالا ببینین، اینم نیمه دوم لوح، یعنی یه مدرک محکم. درسته، حالا یادم اومد یه چیزایی هم روش نوشته بود. حتش هپو احمر پاژی اورنو. بله، یعنی خاک انباشته. مزور؟ یعنی این که من باید به هر قیمتی شده اون جد مومیایی بیچارم از چنگ اونا نجات بدم و اونو به خاک بسپرم. همین. اون غیر ممکنه. روح اون بیچاره در عذابه. باور کنین شبی نیست که بخوابم نیاد، شبی نیست که از من مسررانه نخواد که اونو به خاک بسپرم. نمیدونین از این که تو مراکز تحقیقاتی دنیا سرگردون باشه چقدر ناراحته، به خصوص که از هوای همیشه ابری لندن متنفره. الو الو، 1 2 3، 1 2 3، آزمایش میشه. همیشه درسته، ببرش، عجله کن، یه جوری بذار که بیشتر به طرف زنه باشه. قربان. چه تازه ایم؟
قفل رو خورد. حالا جواب جمعداری اداره رو چی بدیم؟ شماره انبارش چی بود؟ بدبخت شدیم. بنابراین به خاک سپردن این موجود با ارزش چند میلیارد دلاری شما رو خوشحال میکنه. هم خوشحال هم آرام. این یه وظیفه سنگین خانوادگیه روی شونه های نحیف من. خانم عزیز، به شما اجازه نمیدن که حتی به این مومیایی نزدیک بشین. ادعای شما باعث میشه که همین نیمه دوم لوح رو هم ازتون بگیرن و به نفع میراث فرهنگی مصادره شونن. Confiscated. You know what I mean? بنابراین یه راه بیشتر نمیمونه. چه راهی؟ برای آرامش جد بزرگوارتون چقدر حاضرین خرج کنین؟ 20 میلیون دلار نقد. فردا تو حساب لندنتونه. فردا جد بزرگوارتون رو تحویل میگیریم. کجا؟ در بالاترین نقطه پارک جنگلی لویزان. بازم با تون تماس میگیرم. اسم رمز نگاه کردن با آسمان آفتابی. در کجاست؟ اونجا. کیه؟ بفرمی تو. الو؟ قربان از کلانتری زنگ میزنم. جعفری هستم. چی شده؟ بازم اتفاقی افتاده؟ بله قربان. متاسفانه همین چند دقیقه پیش گزارش شده که یه جوونی میخواد خودکشی کنه. خب؟ فکر کردم بهتره به شما خبر بدم. آخه چرا یه همچین فکر احمقانه ای کردی؟ آخه نصف شب من غرق خواب. چه روزی میداره واسه خودکشی من از خواب بیدار کنی؟ قربان نصف شب نیست، تازه سر شبه. الان ساعت 9:30 قربان. ضمناً اون پسره میخواد تو منطقه ما خودشو بکشه. چی گفتی؟ بله قربان همین دیگه. تو منطقه ما خودکشی؟ بله قربان. خیلی بیجا کرده. منم همینو میگم. تو منطقه من امکان نداره. میکشمش. چیز کن. چی قربان؟ همه رو خبر کن. اطاعت میشه قربان. اول از همه هرچی داروی نظافت تو منطقه هست جمع آوری کنین. فهمیدی؟ بله بله. به هیچ قیمتی نذارین بره هموم. نذارین دستش به داروی نظافت برسه تا من بیام. میخواد خودشو از پشت بوم پرت کنه پایین. دیگه بدتر، دیگه بدتر. بگید هرچی پشت بوم تو منطقه است چیز کنن، محافظت کنن تا من بیام. بله قربان، همین دستورشو میدم. الو الو، نیروهای کمکی درخواست کن، بگو همه بیان، هر کی هر چی دستشه بذاره تو تاخچه. آقا آقایون، خانم آقایون، خواهش می‌کنم. آقایون بگو خانم آقایون، بگو آقایون. از آبی به قرمز، از آبی به قرمز. قرمز تپه گوشم. این دفعه دیگه میخواین چیکار کنید؟ به گوشم. این دفعه رو سرچه ها شرط می‌بندم. مالیدی تمام. زود باشه بچه‌ها زود. چقدر بهتون میاد که دورتون تو یه پلیس باشه. متشکرم. خب حالا شروع میکنیم. اول من، سوم تو، دوم تو. قربان اینجا حتما میدونید که میبینی که امشب اینجا چه خبره. وضعیت اصلا خوب نیست. نه در رو به روی کسی وا کن، نه چشمات از رون تلویزیون بردار. ما میریم رو بالکن اون پسره رو دستگیر کنیم و بعد
بعد بکشنش. حتما کار خوبی میکنید. ببینید چه اوضاعی را انداخته؟ میبینید؟ کلیدای تالار مومیای کجاست؟ پیش من قربان. جاش امن امنه. میگم تشویقت کنم. متشکرم قربان. حالا اون کلیده رو بده من تا خیالم از هر جهت راحت باشه. زود باش. گفتم زود باش. گفتم چشمات از رو تلویزیون ها بر ندار. به چی من نگاه میکنی؟ به هیچی. قربان قربانی اومد. بریم کنار. همه تو برین تو پیاده رو. قربان چه خوب شد که بالاخره تشریف آوردی. ما که حسابی گیچ. اینجا چه خبره؟ خب معلومه قربان. یه نفر میخواد از بالای پشت بوم خودشو بنزه پایین. کی؟ درست معلوم نیست قربان، ولی حتما باید یکی از همین ها باشه. خائن قربان. پیدا کردنش نباید کار سختی باشه. باید اول روانکاویش کنم. خیلی حساب شده و دقیق. کار خودمه. بگو یه جرثقیل مطمئن بیارم. الان قربان. هم دستای نازنینم رسیدیم. همین جاست. حواستون کجاست؟ تا من گفتم قلدم نزدیک نشین جلوی دید دوربین قرار میگیره. خب حالا شروع میکنیم. پنج سال پیش من یه خریتی کردم، اومدم پشت پنجره تو یه سوتی زدم. چطور؟ سوت زدن من عیبه؟ باز کردن پنجره تو عیب نیست؟ خب تمام، حالا میتونیم بریم تو با خیال آسوده. ایوا جناب سرمایه یالله چیزی میگفتی؟ یعنی چه؟ هر کی میخواد خودشو بکشه خودش دستش بالا. گفتم هر کی میخواد خودشو بکشه خودش دستش بالا. این یه دستوره. من اینجا. اینجا. راستش من از همون اول حد زده بودم که تو خودتی. میگم شب خوبیه، اینطور نیست؟ بعضی ها از ارتفاع لذت میبرن، ولی من نه، یکم سرم گیج میره. با یه گپ دوستانه چطوری؟ پس با یه گفتمان نظرت چیه؟ من سیاسی نیستم. خب این خیلی خوبه، خیالم راحت شد. پس مشکل شهریه دانشگاه آزاد و اینجور چیزا رو داری؟
فهمیدم، بذار خودم حدس بزنم. نگو نگو نگو. دیپلم بیکاری؟ نه برعکس، من الان دقیقا مشغول کارم. پس مواظب باش نیفتی عزیز من. ترسیدم. حالا شروع میکنیم. لا لا هنوز زوده، کارمون تموم نشده. باید کار اون پسره رو تموم بکنیم تا هیچ رد پای از همون باقی نمونه. شما همینجا باشین، من برمیگردم. اسم من قربانیه، سروان قربانی. چند روز دیگه بازنشسته میشم، شاید این آخرین مأموریت من باشه. ولی من تازه میخوام شروع کنم. جدن؟ از این بابت خیلی خوشحالم. خیلی دلم میخواست. هی بابا زب باش. چرا داد میزنی؟ تو میخواستی این جوون بیگناه هلش بدی پایین. نه به جان عزیز شما، میخواستم بگیرمش که نیفته یه وقت. متشکرم جناب رسول. خوش. شما؟ من سرهنگم دیگه. پس شلوارت کو؟ مگه سرهنگی به شلوار عزیز من؟ یه کاسه ای زیر نیم کاسه است. دستا بالا. گفتم دستا بالا. واسه چی؟ واسه؟ مگه نشنیدی چی گفتم؟ شاید تو جیب بغلتونه قربان. نه اونجا نمیذارم. شاید جای تحویل دادین، از دری جایی وارد نشدی که اسلحتونو بگیرم. نه من که با جرثقیل اومدم بالا، عجیبه ها. اجازه بدین کمکتون کنم. ببخشید ببینید این پشت نیست؟ نه نه بچرخیم. خیلی ببخشید، لطفاً اینا نگهش دارید. خواهش میکنم. ای بابا اینجاست که، حواستون کجا؟ اصلا حواس برام نمونده به جون شما. لطفاً اینو نگهش دارین، مواظب باشین پره ها. برش من بچه نشون. دستا بلا. این میگن یه هیجان واقعی. با کاشش دیگه. تو داری با زندگیت بازی میکنی. تو هیچ فیلمی دوزا پیروز نشدن. گول نخور. این یکی فرق میکنه. منتظر چسی؟ ببندش به این لوله. دلا زود باش. دارن چی کار میکنن؟ خسته شدیم بابا. میگم نکنه به کمک احتیاج داشته باشه. نه سروان قربانی خودش خوب میدونه چی کار باید بکنه. گفته هر وقت به نیروی کمکی احتیاج باشه سوت میزنه. من میتونم کمکت کنم. تو گول خوردی، بازی خطرناکی رو شروع کردی. بخل صدای یه مامور پلیس در حین انجام ماموریت جرمه. بستن اون به این لولا جرمه.
معذرت میخوام، اینجا دیگه ایشونن که دستور میدن. دهنشم ببند. این یه جرم دیگه است. رفتی پای اعدام، اشتباه نکن. گو کنی، گو کنی. یولا خب دیگه تموم شد، بریم. عجله نکن، برو لبه بایستا. دیگه برای چی؟ وقت رو تلف نکن پسر، برو اون بالا. این همه آدم منتظر افتادن و خودکشی تو هستن، چرا اینقدر لفتش میدی؟ ولی این قرار ما نبوده، افتادن تو قرارداد ما نیست. مهم نیست، ما به یه شلوغی و هرج و مرج احتیاج داریم تا اون مومیه رو از اینجا ببریم بیرون. بچه هم پایین منتظرم. ولی این یه نامردیه، من تو همینجاش رو قبول کرده بودم. اینجا فقط من دستور میدم، یا خودکشی یا خودم خلاصت میکنم. تا سه شماره بهت مهلت میدم. یک و نیم، دو و نیم. بخره گیرت میدم. دو و هفتاد و پنج. راست توی کسی زکی بریم کارمون تمومه. حالا درود بر خودم. اینجوری میتونه پایین بچه خرکی؟ بکشی نیست تا دیگه از این به بعد حواس خودکشی به سرش نزن. از این به بعد یادت نره که اسلحه تو کجا میذاری. سروان قربانی کوپ هست. نزدین لاهی، من بمیرم. چی شده؟ بمیرم براتون. بکن یالا زود باشین دنبال من بیاین، وقت رو تلف نکنین. این یه دستوره. کسی نیست. قربان مومیایی. انگار بدبخت شده قربان. نمیذارم، من نمیذارم. از مرکز به همه واحدها، از مرکز به همه واحدها، لطفاً موقعیت واقعی خودتون رو اعلام کنید. تمام. واحد سه هستم، الان تو مسکن سهربردی هستم. میگم پول پیش چقدر داریم؟ بگوشم. سه جان، بگو پول پیش نداریم، به جاش اجاره بیشتر میدیم. تمام. هم من شنیدم همیشون، دیگه نداریم. بگو برو دنبال مسکن دیگه، تا میتونه بگرده. تا میتونید بگردید، هی بگردید. تمام. چقدر بگردید؟ حالا منو ولش کن دنبال من بیارید. گزارش بازداشت قربان. دو سه سارقینی دستگیر شده این شب. 297 نفر با جانفشانی کامل در حین سرقت دستگیر شدن که 290 نفرشون با سرنگاری قرار کردن. همین چند نفر بودن. بس اون پسره که اون فرار کرده؟ نه قربان، خوشبختانه اصلا دست فرار نداره. الان هم داره از اون سوراخی یا با شکلی اینا رو شناسایی میکنه. هیچ کدومو میشناسی؟ خوب دقت کن، همشون جانی و تبهکارن. همین دیشب بازداشت شدن. نه هیچ کدوم از این از هم دسته من نیستن.
مطمئنی؟ آره کاملا مطمئنم. خب اگه چیز بدیم من مرخص بشم خیلی خوبه، چون کلی کار دارم که باید بهشون برسم. آخ گردنم، آخ همه جام. خب اینو دستبند برای من باز میکنین که من برم؟ کور خوندی پسر جون، تا این بازی رو که شروع کردی تمومش نکنی نه اون دستبند باز میشه نه از اینجا بیرون میری. از تکلیف جشن عروسی چی میشه؟ فراموشش کن، عروسی بی عروسی. بدبخت میشم که چطور دلت میاد با احساسات و آرزوی یه جوون اقفال شده اینجوری بی‌رحمانه بازی کنی ها؟ چطور دلت میاد؟ خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. من خودم هم سالها آرزو به دل موندم، برای همین درکت میکنم، سعی میکنم کمکت کنم، قول میدم خودم هم تو جشن عروسی شرکت کنم. ساقدوشم اگه نداری من خودم هستم. شما میدین دیگه؟ آره. حالا بگو آدرسشون کجاست؟ اونا منو تو خیابون سوار کردم. داریم به جای خوبی میرسیم. گفتی کدوم خیابون؟ خیابون نوبخت. خب اینم اول خیابون نوبخت. حالا همه چی مو به مو درست مثل اون روز اولی که گول خوردی برام تعریف کن. بی کم و کاست. باشه باشه. من منتظر تاکسی بودم، بعد من سوار شدم، گفتم میرم پل رومی، منتها موقع دستبند دستم نبود. پس چی تو دستت بود؟ هیچی، دستم خالی بود. خب حرکت کن. خب اونا سه نفر بودن، راسو درست جای شما نشسته بود و رانندگی میکرد و دو نفر همدستش هم عقب نشسته بودن. بعد راسو از من پرسید که حاضرم باشون همکاری کنم یا نه. منم خب چون به پول احتیاج داشتم و خرج عروسی و اینجور چیزا، گفتم چرا که نه. و ببیش توی اون کوچه سمت چپ. بعد اونا چشمای من بستن، درست هم اینجا بود. آره من از اینجا به بعدشو با چشمای بسته بردم. باشه چشماتو میبندم. سرت بیار جلو. خوبه؟ خیلی خوبه، درست مثل اون موقع شد، عالیه. خیلی خوب، اجازه بده حالا حرکت کن، مستقیم برو. من به شما یک نشون داد، شما خیلی خیلی زوبه من به شما از دیگر شما آماده کم فست. این مومیایی در شوش پیدا کرد، ما کاوش کرد، این پیدا کرد. خیلی خیلی تعجب اول، سورپرایز. خوب که نگاه کرد دید این مومیایی خیلی خیلی قدیمی، اولد. یس من به شما یه چیز نشون داد، شما خیلی خیلی سورپرایز. Ladies and gentlemen، و حالا این مرد شوشی، همونطور که ملاحظه کرد و سورپرایز، مومیایی ما خیلی خوب است، خیلی سالم، مثل اینکه همین امروز مرد، صبح مورنینگ، و خیلی که خوشبختانه مثل اینکه هر روز درست شد، خیلی درست شاید هستند، شاید بیشتر مثل زنده هست. زنده این امروز چقدر شبیه سرکار جعفری خودمون شده. قضیه چیه؟ آها دیگه داریم نزدیک میشیم. آره الان همینجا بعد یه پمپ بنزین باشه، سمت راست. پسر تو چقدر باهوشی، بهت قول میدم تو معجزات اتصابی برات تخفیف میگیرم. فعلا گرفتن قسط دومم از راسو برام مهمتره. برات پاداشم ازش میگیرم، چی خیال کردی؟ حالا یه چاله؟
اون وقت خیلی میگن شهر خیابونا چالشیله داره، ببین. خب دیگه ببین سمت چپ. بجام بجام، وقت نداریم. بجام. درسته، خودشه، یه خیابون فرعی اینجاست. حالا شماره شروع میشه. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. حالا ببین سمت راست. درسته، خوشم اومد. اینم سمت راست. 18, 19. حالا سمت راست. 20, 21, 22. ای پس چرا واسه دی؟ چیزی نیست، حواست پرت نشه الان. متشکرم. خواهی من حواسم بکنی پرت شد. آخه واسه چی واسه دی؟ حالا برو سمت چپ، برو. بچه جون اینجا که یه خونه است، پس حواست کجاست آخه؟ آه، اونا منو بردن توی خونه، توی خیابون که با من قرار داد نبستن که. بفرمایید. دیگه جلوتر نمیتونم برم، چون اون جلوی در آهنی بزرگه. خودشه، همین خونه است. یه سوال. همچی؟ اون پیکانی که تو خیابون نوبخ سوارش شدی یادت هست؟ چه رنگی بود؟ مدلش چی بود؟ هیچ جاش خوردگی تصادفی چیزی داشت یا نه؟ اون ماشین پیکان نبود که. پس چه ماشینی بود؟ یه فورد استیشن سفید رنگ بود. چی گفتی؟ چطور مگه؟ چی بود؟ تیر بود، نگران نباش. کجایی؟ ای چی کار داری میکنی به سر؟ نکنه عوض فرار به کلت داده؟ محکم بشین، نمازه داری فرار کنم. باید یادت باشی که تو قراره یه جشن عروسی هم داشته باشی پسر. آره، اینو بر من باز میکنی؟ این کار خلاف قانونه، تو یه مجرمی پسر. حالا یکی شو بجام. خیلی خوب، به خاطر همکاری سمیمانه تو پلیس قبول میکنم، اما کلیدی دست بر روسویی شه. بیا بیا. هی چی کار میکنی؟ این کار خطرناکه. خاموش کردن ماشین تو حرکت خطرناکه. بجام، یه پیچ زود باش. بجام. بیا زود باش، روشنش کن. زود باش. اینجوری هم خیال من راحته، هم دیگه تو نمیتونی ادای فیلم های امریکای چیچی خار ها جهان جهان خاره واسه من در بیاری. این پیش دیگه اونه های بهشون رسیدیم. سعی کن فاصله بگیری، نباید بفهمن که ما داریم تقریبشون میکنیم. به اصطلاح ما پلیسا این یه تقریب مراقبت مخفیانه است. به اصطلاح ما هم همیجا. داری چی کار میکنی؟ گفتم سرعت کم کن، نظر کن کنم که دارم تقریب میشن. ترمز کن. ترمز؟ ترمز کدومه؟ ترمز؟ خب وسطیه دیگه. وسط کجا؟ چی دیگه، کارمون تموم. چی بود؟ خبری نیست، ما تو جاده تنهایی. این ماشینا همینجوری ان، یه وقتایی یه تکونی میخورن. خیلی خوب، حالا یه ابتکار بکر پلیسی با من بیا. نه اول تو بیا، من مواظبم. بیا باشه.
سمت راست. ماشینم بدبخت شدم. بدبخت شدم بچه، یادت باشه تو منو بدبخت کردی. چرا نه؟ این ابتکار پلیسی خودت بود. چی از جون من میخوای آخر خدمتی؟ اصلا میدونی چیه؟ تو از همین الان دیگه آزادی، میتونی بری. من به حکم تشخیص خودم تو رو آزاد میکنم، برو دیگه. متشکرم، ولی چجوری؟ کلید، کلید دستبند توی ماشین بود. ای بود بزنم تو. اقلا من محکم بگیر، نندازی منو. یه وقت قربان اجازه میدی ادامه بدی؟ بس دیگه، دیگه داریم خسته میشی. آره منم خسته شدم. آره ادامه بدیم، ادامه بدیم، ادامه بدیم، کاش میشد از تو دلم حتما مفیر. ادامه بدیم. یه شبم عشقام و من تو دامن اون بریزم. بازم اعترافون میخوایم بریم. یلا اعتراف لحن نوارده بنام بردون بیدنه ها جعفری اعتراف لحن. کشتی منو، بگو قربانی خائن کجاست؟ باور کنین من هر چی که میدونستم گفتم. من هیچ خبری ازش ندارم. الهی زیر قلتک 50 تنی رفته باشه. کجا قایم شده؟ به همه نیروهای پلیس اتشو مخابره کنید. از پلیس بین الملل کمک بگیرید. اینترپل نباید دست ما فرار کنه. من میخوامش، مرده یا زنده، هر کجای دنیا که میخواد باشه باشه. نه زمنان نباید بذاری این خبر خیلی هم به مطبوعات درس پیدا بکنه. استشن داره میاد خانم. خودشه. نگاه به آسمان آفتابی. با چراغ بهشون علامت بده. اینجا چه خبره؟ نمیدونم. مارا کبرای عزیز، راسو موفقیت بزرگ شما را شاد باش میگویم. عالی بود، عالی بود. متشکرم. 20 میلیون دلار به حساب شما در لندن واریز شده، البته با مشکل. نمیخواییم اول مطمئن شیم؟ قبلا مطمئن شدم. سپاسگزارم. شما برای دفن جد بزرگوارتون احتیاج به کمک ندارید؟ ترجمیدم به تنهایی این کارو بکنم. نمیخوام کسی از محل دفن اون با خبر بشه. اون بیچاره احتیاج به یه آرامش ابدی داره. حق با شما و ایشونه. بیل و کلنگ براتون گذاشتیم. Where you are؟ این ماشین شما رو تا جایی که بخواین میرسونه. I appreciate. Thank you very much indeed. Thank you ma'am. بریم اون طرف، مواظب باش. هزاران سال یه بعد
رسوندن این امانت به من چقدر صدمه دیدی، چقدر. منو ببخش، خیلی عجله دارم، اینجا جای مناسبی نیست، خطرناکه، نمیتونم صبر کنم. به نظر تو با کی داره اینجوری دل میده و قلبه میگیره؟ البته دیدین که منم پول زیادی خرج کردم تا شما رو به دست بیارم. دلم میخواست این مراسم با شکوه تر از این برگزار میشد، نه تو این جای تنگ و نه تو این غربت و غم. خب من آمادم، اجازه میدین امانت رو درش بیارم؟ امانت آیا در چشم های شماست؟ در دست های شما؟ در سینه شماست؟ در شکم شماست؟ اوهای همونجوری باشید که گل نخوریم. بیا برو، شما بازداشتین هر دوتون. شما دوتا با کی دارین حرف میزنین؟ با شما خانم محترم، من یه پلیسم، ایشونم یه مجرمه، بنابراین به حکم قانون شما رو بازداشت میکنم. مورد منکراتی دارین، تا سه شماره بهتون مهلت میدم لباس بپوشین، بعدش میام تو. یک دو و سه. کو کجاست؟ کجا قایم شده؟ کی؟ خودت بیا بیرون، دستادم بذار رو سرت. بی حیا. اونجا اون مومیایی به چه درد شما میخوره؟ خانم محترم از شما بعیده، همه میدونن که اون گره میراث فرهنگی ایرانیه، هیچ کاری باش نمیتونیم بکنیم. مال خودمه، 20 میلیون دلار بابتش پول ندارم، باید کارمو باهاش تموم کنم. 20 میلیون دلار برای یه مومیای دزدی؟ برای چی از کاری کردی؟ بدش من ببینم. آخه آی دوست، دوست من یه پلیسم خانم محترم، قراره این مومیایی رو به جای اولش برگردونم و این کارو میکنم. تو دیگه یه پلیس نیستی، به عنوان یه پلیس خائن عکس تو تمام روزنامه‌های جهان چاپ شده، اسمت قربانی همه هم دنبالت هست. ببین منو ببین، من حاضرم با هات شریک شم، با هر دوتون پول خوبی گیرتون میاد. شریک چی؟ الماسا. الماسا؟ کدوم الماسا؟ راستش دو تا الماس 600 قیراتی امانت خانوادگی ماست که تو بدن این مومیایی کار گذاشته شده، هیچ کس جز من اینو نمیدونه. لوح روی سینه مومیایی علامت خانوادگی ماست، روش نوشته شده امانت برداشته، خطاب به منه، یعنی که الماسا رو بردارم. نیمه دوم لوح اینجاست، ببینین این لوح هزاران ساله که سینه به سینه به من رسیده، روش نوشته شده خاکم باشه، یعنی که من باید این مومیایی رو دفن کنم تا روح جدم آرامش بگیره. خواهش میکنم. بسیار خوب، من پیشنهادتون رو قبول میکنم، من و شما با هم شریک. تمام، صبر کنین، صبر کنین. من یه پلیس وظیفه شناسم، نه اجازه میدم کسی دست به الماسا بزنه، نه بلایی سر مرد شوشی بیچاره در بیاره. مفهوم شد؟ ببین عکس خودتو ببین، تو دیگه یه دزدی، یه سارق بین المللی، حتی برای دستگیری جایزه نقدی هم گذاشتن. چقدر؟ این یه توته است، یه توته علیه پلیس وظیفه شناس، ولی بد شانس. آخه این چه عکسی از من چاپ کردن آخه؟ ای پسر، هی مرد، قبول کن، پیشنهاد خوبی، قبول کن. مواظب رفتارت با من باش، تو یه مجرمی. خیلی خوب، آره من یه مجرمم، آره من بزن، منو بکش، بکش. چیکار میخوای بکنی؟ بابال تمام. تو یه بار دیگه هم اشتباه کردی، یاد رفته؟ اصلا مگه قرار نیست یه سرسامونی به زندگیت بدی؟ مگه نمیخوای زندگیت عوض کنی؟ ببین تو طبق قانون اساسی حق نداری تو زندگی خصوصی من دخالت کنی، میفهمی؟ آره من همچین فرصت خوبی دیگه برای من پیش نمیاد. تو یه بار همه ما رو تو دردسر بزرگی انداختی، اگه الماسی تو کار باشه این یه دردسر بزرگ دیگه است. ببین من اصلا دلم نمیخواد مثل تو باشم، من میخوام از فرصتم استفاده کنم، میفهمی؟ ببین تو تالاس دو تا الماس 600 قیراتی دیدی؟ اصلا تو تالا الماس دیدی؟ خب معلومه که نه، مگه تو خودت دیدی؟ نه ولی تو شیشه باری کار کردم که. نه نه این یه مومیایی تقلبی،
یه حقه هست. به این شانس من کلک زدم، به من کلک زدن. ای حقه بازای کلاه بردار، میریم دنبالشون، بسپرینش به من. نوزده حالا سمت راست، 20 21 نگهدار. خب حالا بعد چیکار کنیم؟ اول باید ببینیم که این خونه چه خبره. اگه کبرا خانم با ما نبود بی تردید من از دیوار میپریدم بالا و سر گوشی آب میدادم. بریم دیگه. بریم؟ دستم زیاد نکش. سب کن مواظب باش. یواش. یالا دیگه الان میایم، الان میایم. دیوارش چیز نداره. دستتونو بدین به من. دستم که بسته. تو هم همه یه بسته که میدید روی من. خب حالا اومدیم بالا، بعدش چیکار کنیم؟ خیلی آروم و بی سر صدا میریم پایین. ما ولم کنیم، برم من کنیم کار دارم. عجب گیری کردیم ها. بیم بایی حالا. یک دو سه. زکی به این شانس. پلیس. خودشونن، همین دوتا بودن توی این خونه. چشمه منو وا کردن و با هم قرار گذاشتن. راسو کجاست؟ اون اصل کاریه. خب من منتظرم یه نفر توضیح بده اینجا چه خبره. تو به من کلک زدی. من جد واقعیمو میخوام، پولشم دادم. منم طبق قرار دادم قصه دوممو میخوام. راستش برای مراسم ازدواجم روش حساب کرده بودم، وگر نه اصلا قابل شمار نداشت. مهمون من، اصلا حرفش هم نزنین. و اما من شما رو به جرم خوردن میکروفونم و یا به عبارتی بلعیدن اموال دولتی، سرقت مرد شوشی، خل اصلاح کردن خودم روی پشت بوم و فروختن یه مومیای قلابی به این خانم محترم و حمل اون اسلحه غیر مجاز ناشناخته به اون گندگی بازداشت میکنم. لطفاً تسلیم شید. ببین اسلحه داری یا نه؟ پس بنابراین من حالا یه مجرمم. بله، فکر میکنم تو دردسر بزرگی افتادی. من از عهدش برمیام، شما چی؟ رئیس اصله نداره، غلافش خالیه. میدونم، سابقه شو دارم. حتما کلید اون دستبندم یادت نیست کجا گذاشتی. کلید تو سویش بود، سویش تو ماشین بود، ماشین دست این بود، بودمون نابود شد و رفت به کارش. خیلی خوب، بس فهمیدم. حالا را بیفتین از این طرف. یالا یالا معطل نکنیم. را بیفتیم. بفرمایید. سب کنید ببینم. در یکی از انبارا رو وا کنین. همه در قفله. کلیداش کجاست؟ پیش خودشه. الان کجا بازه؟ فقط کارگاه بازه و دستشویی. برین جلو اون طرف. سب کنید بچه ها، سب کنید. ما از اینجا تکون نمیخوریم. برو گفتم. مگر اینکه تهدیدمون کنیم.
بریم شو. امکان نداره بذارم ما رو تو کارگاه افش کنیم. باید زندان استاندار ساخته باشیم. من به همه مراکز حمایت از زندانی های سیاسی و غیر سیاسی شکایت میکنم. باز کنیم درو. باز کنیم درو. امکان نداره. اینجا کجاست؟ همون کارگاه هست دیگه. ببینم، یعنی تمام این خونه به این بزرگی و این کارگاه و این تشکیلات همش مال راسوی چلغوزه؟ امکان نداره. اون که تو ایران زندگی نمیکنه. تو انگلیس هم یه آس و پاسه. من میدونم. مال خودش هست. کی؟ کلید. کلید اتاقا بشه کیه؟ پیش خودشه. این خودشه. خودشه. ممکنه بگین برای پیدا کردن مومیایی مرد شوشی تا حالا چه اقداماتی کردین؟ خوشبختانه عوامل اصلی این سرقت ناجوان مردانه فرهنگی بقیهش به دلایل مسائل امنیتی صلاح نیست فعلا بگیم. شما فکر میکنین سارقین با مرد شوشی چی کار میخوام بکنن؟ به دلیل مسائل اخلاقی صلاح نیست که بگیم. آیا تونستین از مهره اصلی گروه فشار یعنی سروان قربانی خائن مرتجع سرنخ گیر بیارین؟ بله بله با شما نبودم. بله بازم طبق معمول و کماف سابق اونم به دلیل حفظ آبروی مردم صلاح نیست فعلا چیزی بگیم. فریدون گوش کن ببین چی میگم. اوضاع به هم ریخته. اون پلیس احمق و اون پسره کله خر اون زنه خونه تو پیدا کردن. الو الو چرا حرف نمیزنی؟ به دلیل ملاحظات امنیتی نمیتونم چیزی بگم. خب پس گوش کن. ما اونا رو بردیم تو زیر زمینت حبسشون کردیم. درو همه قفل بود. کلیدا رو کجا برده بودی؟ بردیمشون تو کارگاه. من نمیدونم چی کار باید بکنم. یه ترتیبی بده هم دیگه رو ببینیم. عکسه کبرا خانوم بدش به من. گفتم بدش به من. اینا رو من پیدا کردم. یادت باشه تو هنوز یه مجرمی. ضمناً اول من خودم از اینجا پیداشون کردم. مال خودمه. ای خائن ها چرا ما رو نصفه گرفتن؟ این پشت چیزایی نوشته. کجا؟ چی نوشته؟ منظورم پشت عکسه. آو فریدون جان این عکس نیمه دوم لوحه که به سختی تهیه کردم. سعی کن نیمه اول رو طوری بسازی که مکمل اون باشه. روشم به زبان باستانی که خودت میدونی بنویس امانت برداشته. قربانت سیروس اکتبر 1994 لندن. آره یادم اومد. اسمش سیروسه نه راسو. خب معلوم شد که راسو همون سیروسه و خودشم فریدونه. من اونو خیلی خوب میشناسم. خیلی خوب. اگه دستم بهش برسه. بیچاره من که نصف دار و ندارم و دو دستی و محترمانه به این شایی ها دادم. همه چیز میتونست بدتر از این باشه کبرا خانم. گریه نکنین دلمون گرفت. اگه شما بی‌احتیاطی کرده بودین و همون موقع که داشتین همه اسرار زندگیتون رو به راسو میگفتین، ماجرای دوتا الماس 600 قیراطی رو هم بهش گفته بودین، اونا دوتا شیشه برای شما تو جد تقلبیتون جاسازی میکردن. اون وقت باید همه دار و ندار و زندگیتون رو میدادین. اگه اون الماسای کبرا خانم راستی راستی پیدا میشد وای چه کیفی داشت. اول از همه میرفتیم قاره امریکا رو میخریدیم، بعد همه امریکایی‌ها رو بیرون میکردیم، میگفتیم باید برن ترکیه تو صف واستن تا بتونن ویزا بگیرن که بتونن بیان تو کشورشون. ها انتقامم ازشون میگرفتم. شما دوتا چقدر حرف میزنین؟ دستشویی داریم حرف نزنین. کدومتون؟ من اینو نمیدونم. باشه دنبال من بیان. با
بیفته. ما دوتایی که نمیتونیم بریم این تو، این خلاف ضوابط حقوق بشره. ما به این وضع اعتراض داریم. عجلم داریم. حالا نمیشه یه جوری به هم اعتماد کنی؟ ببینم پسر، تو قول میدی؟ کلانتری موقت 77. سلام علیکم. شلوغشون. الو سرکار جعفری، منم سلمان قربانی. لفتش بده تا میتونی لفتش بده. الو جناب قربانی، سلام. جعفری چرا اینجوری حرف میزنی؟ گوش کن ببین چی بهت میگم. من گیر افتادم، یعنی دستگیر شدم. کی دستگیرتون کرده؟ چرا به خود ما نگفتین؟ قربان میگفتین من خودم میومدم دستگیرتون میکردم، جایزشم نصف نصف با هم. غریبه چرا آخه؟ شما که وضع ما رو میدونین. چی داری میگی جعفری؟ وقت رو تلف نکن، از اوضاع احوال خبر بده. کسی موضوع سرقت رو فهمیده یا نه؟ گزارش بده. این که دستوره، یعنی دو رفته همه فهمیدن. ای وای، نظر خبر بیشتر از این درس کنه. فهمیدی؟ در ضمن دیگه هم هیچ وقت اینجوری حرف نزن که برات حرف در میارم. پیداش کردی؟ ردشو زدی؟ اونجا چه خبره؟ چرا قرد کرد؟ مثل اینکه نمیشه رو کسی حساب کرد، باید خودم دست به کار بشم. بسر تو دیگه کی هستی بابا؟ محشر شما من بین تو، زود باشین. الو گوشی گم شده بود تو جیب من. الو سلام رئیس. نه آخه تلفن گم شده بود. بله همین الان پیدا شد. بله الان میام. چشم اومدم. احساسش کردن رفت. حالا فرصت خوبیه. میخوای چیکار کنی؟ اول باید از شر این دستمند خلاص شد. لطفاً روتون رو برگردونید. براوو. این فکر کی بود؟ خب معلومه فکر من. اما اینجا که اره و فرز و کلی وسیله دیگه بود، چرا با هفتیر؟ خب دیگه، ولی انگار تو تیراندازی وضعیت خیلی خوبه. همینطوره. این شرم‌آوره، مسخره است. اون افسر پلیس با اون پسره آسمون‌جل، با اون زنی که خریدار مومیایی، تو خونه من زندانی هستن. کی میتونست فکرشو بکنه؟ آخه چرا شما اینقدر احمقین؟ ها؟ چرا؟ باور کن فرید، اونجا هم تقصیر ما نیست.
ما همه سعیمونو کردیم، خودت که تو جریان بودی، همه کارا طبق نقشه مو به مو داشت پیش میرفت. قرار بود کبرا امروز مومیایی رو خاکش کنه و شرش رو کم کنه بره پی کارش. نمیدونم این دوتا سرخر چجوری تونستن اینجا رو پیدا کنن و بیان تو ماجرا. عجیبه این حرفا به درد من نمیخوره. تو با پولی که گرفتی میری تو اروپا دنباله کیف و خوشید، من چی کار کنم که خونه و کارگام و شناسایی کردن و کارم تمومه؟ این همه مشتری من تو دنیا دارم، جوابشون رو چی بدم؟ بگم یه دوست احمق آماتور به خاطر یه پیشنهاد 10 میلیون دلاری همه چی لو داده؟ یعنی تجارت آثار باستانی تعطیل؟ یعنی همه حلاجا و مزایدا کش؟ باشه باشه، حق با توست. به نظر من برای هر مشکلی یک راه حلی هست. الان فقط اون 3 نفر از ماجرای این خونه با بقیه قضایا مطلع هم. پس چرا اینقدر لفتش میدیم؟ کارو تموم کنید. شما 2 نفر تا این سیگارو من میکشم کارگاه رو به کلی پاکسازی میکنید. تو هم برای حمل جنازه ها بهتره که اون ماشینه که تو کوچه مونده بیاری تو حیات، نذارین همسایه ها بویی ببرن. من آبرو دارم. پس مردن چی هستی؟ چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ هنوز نه، ولی اگه وصیت سفارشی دارین بگین، چون قراره براتون اتفاقاتی بیفته. مگه نشنیدی رفیقه چی گفت؟ گفت اگر سفارش یا وصیتی داری بگو، چون قراره برات اتفاقاتی بیفته. من چی کار باید میکردم؟ خیلی ساده است. این اسباب بازی رو از این بچه میگیری میری بالا. هیچ کس نباید از این خونه بیرون بره، هیچ کس. این یه دستوره. بچون بدش به من. خسته شدیم. آی آی، مواظب رفتارت باش. در ضمن یادت باشه به خاطر همکاریت با پلیس تشویق میشی. بله قربان. دست بالا. بالا بی حرکت. تسلیم، تسلیم. اینجا چه خبره؟ من تسلیمم، تسلیم، تسلیم. من این کاره نیستم. برو پایین. چشم. هیچ کس از جاش تکون نخوره. همه دستا بالا. من از سروان قربانی دستور میگیرم. ای قربانی خائن. یالا احتمالا ما اون ماشین رو لازمش داریم. زودتر بجنبین. خوبه دیگه، هیچ کاری ازشون ساخته نیست. حالا شما با خیال راحت همینجا بمونین، اینجا امنه. ولی من میرم، نباید بذارم اون شیادای جنایتکار از دستم فرار کنن. سروان قربانی، شما اسم منو صدا زدین؟ آره، میخوام بگم منم باهات میام. شوخی میکنین؟ اونجا برای خانومی مثل شما واقعا خطرناکه. مطمئن باشین ما یه درگیری مسلحانه داریم. مهم نیست، من باعث همه مشکلات بودم، حالا نمیخوام تنهات بذارم، حتی اگر به قیمت زندگیم تموم شه. ولی این بار من تصمیم میگیرم، یعنی گرفتم. من اولین باهات میام.
هر جا که بری هیچ چیزم نمیتونه مانع من بشه. من از اسلحه خالی نمیترسم. خالی نیست، میتونی امتحانش کنی، من آمادم. خالیه؟ خوب شد گفتی. یا حالا چیکار کنیم؟ من که دیگه تیر ندارم. اینجوری که نمیشه. چرا؟ میشه. یکی به ما کمک کنه. اون از لحش خالیه، تیر نداره. کمک کنیم. مثل این که راهی جز قبول پیشنهادت نیست. باشه باشه، قبول میکنم. خوبه خوبه آقایون، همونطور که ملاحظه میکنین به خاطر اسلحه مرگباری که دست منه ازتون میخوام که اون اسلحه های خیلی خیلی کوچولوتون رو بذارید زمین، خیلی آروم و مؤدب. آفرین. خوبه خوبه. این صدای چیه؟ حرکت و دستا بالا. مال من بزرگتره. خوبه. به قول معروف دیگه اینجا آخر خطه. از این بهتر نمیشه. چرا؟ میشه. چیزی گفتی؟ آره گفتم چرا میشه. چی چرا میشه؟ خب دیگه همونی که گفتم. اگه راست میگی نشون بده. دلت میخواد؟ هی پسر، تو واقعا یه بلوف زنی. سروان قربانی خودمون زنده باد.
زنده با جناب سروان قربانی، زنده با. بگیر پس فطرت. این دو جشن با هم است که ما ترجیح دادیم در محل جدید کلانتری 77 برگزار بشه. اول جشن ترفیع یک مأمور پلیس بسیار فداکار ولی بدشانس که همه شما اونو به خوبی میشناسید. سروان قربانی است وقت و سرهنگ قربانی فعلی با دو درجه ترفیع افتخاری. به افتخارشون. خیلی ممنون و متشکرم. من وظیفه خودم میدونم تا در این لحظات سرسامان کلانتری 77 و پایان ماجراهای عجیب و غریبی که بیشتر شبیه فیلم سینمایی بود تا واقعیت از همه شما تشکر کنم. از همه کسانی که در این ماجراها با من همراه بودن. از بهروز. بهروز که دست به دست من با من بود. بهروز تو مجرم خیلی خوبی بودی. بازم بیا پیش ما. باشه باشه، سعی خودم میکنم. خیلی ممنون. و همینطور از کبرا خانوم که پا به پای من با من همکاری کردن. کبرا خانوم، حالا که داری ما رو ترک میکنی دلت نمیخواد چیزی برامون بگی؟ راستش من همه عمرم رو برای پیدا کردن گذشته این مجهول بیهوده هدر دادم، ولی حالا خوشحالم. خوشحالم از اینکه تصمیم گرفتم به جای گذشته به آینده فکر کنم و شاید به جای دو تا الماس 600 قیراتی چیزهای با ارزشتری از آیندگانم به دست بیارم. و اما جشن دوم، جشن پایان یک ماجرای خیالی و غیر واقعی که شما فیلمش رو دیدید. به افتخار خودتون.